سلام، عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. مرجان هستم از پرشن اوارد جوایز فارسی و همراه میهمان گرانقدرم آقای مجتبی زاکری، عکاس ورزشی، همراه شما هستیم. جناب آقای زاکری، به برنامه خودتون خوش آمدید. لطف بفرمایید خودتون رو معرفی بکنید و اینکه اهل کجا هستید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که دعوتم کردین. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. من مجتبی زاکری هستم، متولد 4 خرداد 1382، ساکن آبادان هستم، استان خوزستان. جناب زاکری، عکاس ورزشی رو از کجا و از چه سنی شروع کردی؟ چطور شد که به این حرفه رو آوردی؟ بله، من در سن 12 سالگی تقریبا با دوربین حرفه‌ای کار کردم و شروع کردم به عکاسی از تیم بسکتبال شهرمون، تیم ورزش شهرمون. بله، در آغاز راه نظر خانوادتون درباره ورود شما به حرفه عکاسی، اونم عکاسی ورزشی، چی بود؟ خب اولش چون که دانش آموز بودم و مشغول به تحصیل بودم، میگفتیم در کنار درس هر از گاهی برم عکاسی کنم و به عنوان یه تفریح بهش نگاه میکردیم، ولی هرچی رفتیم جلوتر دیگه پیشرفته شدیم، یه مقدار تجهیزاتمون رو ارتقا دادیم و سعی کردیم وقت بیشتری براش بذاریم. خود به خود اونا هم یه ذره مخالفت میکردن دیگه، چون هنوز دانش آموز بودیم، اوایل یکم سخت بود برامون و قبول نمیکردن بخوایم عکاسی خوب انجام بدیم وقت زیادی بذاریم، ولی کم کم دیگه جا افتاد براشون و قبول کردن که اجازه بدن ادامه بدم این کارو. شما فیلم برداری از رقابت های ورزش رو هم انجام میدین؟ من نه والا، من حقیقتش عکاسی انجام میدم. خب به نظرتون عکاسی ورزشی کار سخت تریه یا فیلم برداری ورزشی؟ خب قطعا هر رشته ای سختی خودشو داره، عکاسی هم سختی خودشو داره، فیلم برداری و اونایی هم که کار فیلم انجام میدن حتما سختی خودشون رو دارن، نمیشه با کدومش سخت تره. درسته. حرفه شما فقط عکاسی ورزشی هست یا توی زمینه های دیگه ای مثل سینما و تلویزیون هم کار میکنید؟ اصولا هر عکاسی باید بتونه همه زمین ها رو پوشش بده و عکاسی کنه، ولی خب من خودم گرایش دارم به سمت عکاسی ورزشی، ولی عکاسی سینما و زمین های دیگر هم میتونم انجام بدم و گاهی انجام میدم. به نظرتون تفاوت اصلی بین عکاسی ورزشی با عکاسی توی رشته ها و زمینه های دیگه چیه؟ عکاسی ورزشی بالاخره باید خیلی عکاس حواسش جمع باشه، در بهترین زمان دستیشو بذاره رو دکمه شاتر و دکمه رو به موقع فشار بده که بتونه عکس رو در بهترین موقع ثبت کنه، ولی رشته دیگه یه مقدار آسان‌تره دیگه، مثلا عکاسی از بازیگر یا کارهای دیگه یه ذره کارش راحت‌تره به نظرم. درسته. شما الان عکاس ورزشی چه حرفه‌ای هستید؟ چه ورزشی رو عکاسی می‌کنید به طور تخصصی؟ من بیشتر تخصصی سعی میکنم سمت بسکتبال باشم، چون در کودکی هم خودم بازی کردم و تمرین بسکتبال انجام میدادیم، سعی میکنم عکاسی بسکتبال بیشتر انجام بدم و اونو پوشش بدم. و توی ورزش های دیگه چی؟ مثلا فوتبال، والیبال، اونا رو هم فعالیت میکنی؟ بله سابقه داشتم، عکاسی فوتبال انجام دادم، حالا هر رشته‌ای که بتونم سعی می‌کنم پوشش بدم هر از گاهی، ولی وقتم رو بیشتر می‌ذارم برای عکاسی بسکتبال. شما تجربه عکاسی از ورزشکاران بانو هم داشتید؟ اگر حاشیه برامون درست نمی‌کنید، بله داشتیم، چند باری پیش اومده که عکاسی کردیم ازشون. به نظرتون عکاسی از ورزشکارای بانو با عکاسی از آقایون چه تفاوتی داره؟ والا شاید برای آدمایی که همیشه عکاسی میکنن از آقایون و خانوما زیاد تفاوت نداشته باشه، ولی برای ما که خیلی
کسی نکردیم، بعضی وقتا رفتیم همیشه استرس داشتیم که الان میان از سالن بیرونمون میکنن، هر از گاهی میان گیر میدن بهمون به خاطر اینکه از خانم عکاسی میکنیم. اینجوری بعضی وقتا استرس ها اینجوری داریم، وگرنه نه از زیاد تفاوت خاصی داشته باشه، ولی حسالش برای ما که کم عکاسی کردیم ازشون یه ذره فرق میکنه. درسته. و چنین اتفاقی هم تا حالا افتاده؟ والا حاشیه زیاد درست کردن دیگه. بله متاسفانه خیلی پیش میاد دیگه، چیکار کنیم؟ فعالیت شما به عنوان عکاس بسکتبال فقط در داخل ایران و سطح شهرستان ها یا توی مسابقات برون مرزی هم همراه تیم بودیم؟ والا با توجه به سنم فعلا در حد همین شهرستان ها و کشور خودمون هستش، حالا برای آینده هم خدا بزرگه، ببینیم خدا چی میخواد دیگه. درسته. به نظر شما پخش زنده مسابقات ملی و لیگ برتر بسکتبال ها و همینطور پوشش کامل خبری تا چه حدی میتونه توی انگیزه بسکتبالیست و کادر فنی تاثیر بذاره؟ قطعا تاثیر خیلی زیادی داره، مخصوصا وقتی جوونا میان تو زمین بازی میکنن، کادر فنی تمام عوامل اجرایی وقتی دیده بشن انگیزهشون میره بالاتر دیگه، طبیعیه که خیلی انگیزه میگیرن و برای ادامه راهشون راحتتر میتونن ادامه بدن. تا به حال براتون پیش اومده به خاطر علاقه ای که به تیم مثلا تیم ملی داره لحظه ناب و خاصی رو از دست بدید تا توی شادی بازیکن ها یا نیمکت نشینان یا کادر فنی به تماشاگر باشین و باهاشون شریک باشین، اگه شده اون لحظه چه حسی داشتید؟ بله خیلی برای من پیش اومده، چون سنم کمه هیجانی میشم خیلی وقتا، وقتی میبینم دوستان تو زمین خوشحال میشن طبیعتا منم باشون خوشحالی میکنم، یا وقتی ناراحت میشن منم ناراحت میشم و بعضی وقتا صحنه های مختلفی رو از دست میدیم و عکاسی نمی کنیم، ولی دیگه هرچی سنمون بره بالاتر دیگه عادی میشه و زیاد خودمون رو قاطیشون نمی کنیم و سعی میکنیم به کارمون بپردازیم، حرفه ای تر بشیم. از سختی های عکاسی ورزشی برمون بگین، از لحظاتی که بعد ساعت روی زمین و کف سالن بشینین تا لحظه و دقایق خاص بازی رو ثبت کنید. بله دیگه سختی های خودش رو داره دیگه، ما از قبل اینکه مثلا بخوایم بریم سالن 2 ساعت قبلش 3 ساعت قبلش باید خودمون رو آماده کنیم، تجهیزاتمون رو آماده کنیم، تو خونه در حین راه باید ترافیک تو راهمون رو پیش بینی کنیم، بعد اونجا وقتی شروع به کار میکنیم بازیکن‌ها هستن، وقتی اونا میرن ما بازم تو سالن میمونیم و انجام ارسال عکس رو انجام میدیم، اینا خودش خیلی سخته دیگه. بعد بازیکن ها میافتن رومون کنار زمین میشینیم، خیلی وقتا پیش میاد بهمون برخورد میکنن، بچه ها آسیب میبینن، همه این سختی ها رو داره. بعضی ورزشکاران و مربیان هستن که میونه خوبی با خبرنگارا و عکاسای ورزشی ندارن. ارتباط شما با این ورزشکارا و مربیا و هوادارانی که توی سالن ورزشی حضور پیدا میکنن چطوره؟ سوال خوبی پرسیدین، خدا رو شکر من رابطم با همه خوبه، با هیچ کس مشکلی ندارم، هر جا هم اسمم میاد سعی میکنم که یه کاری کرده باشم که همه به نیکی از همون یاد کنن، امیدوارم اینطوری بوده باشه. بسیار عالی. تا به حال براتون پیش اومده که عکسی رو در جریان بازی یا تمرین گرفته باشین و یا ورزشکار یا مربی ازتون بخواد که اون عکس رو حالا بنا به دلایل مثلا جستش مناسب نبوده یا حالت صورتش این بازی بدجور بوده یا مثلا خانم بوده حجابش درست نبوده اینو منتشر نکنی، که این شرایط چه واکنشی نشون میدید اگه اینجوری باشه؟ خب طبیعیه دیگه، هر کی دوست نداره عکسی که حالت خوبی نداره ازش پخش بشه و منتشر بشه، ما هم سعی میکنیم با دوستان همکاری کنیم و از جوری رفتار کنیم که اذیت نشن اونا، ولی مثلا اگه کسی حجابش هم خوب نباشه که دیگه اصلا عکس رو منتشر نمی کنیم قطعا. درسته. تا به حال به این فکر افتادیم که گلچین از عکسایی که تا حالا انجام دادیم رو نمایی کنیم یا نمایشگاهی رو
برای نشون دادنشون برپا کنید؟ بله، من پدر مادرم خیلی دوست داشتن که بتونم این کار رو انجام بدم، ولی هنوز یه مقدار زوده. حالا در آینده ببینیم خدا چی میخواد دیگه، ایشالله شاید انجامش دادیم. موفقیت یا عیار کاری عکاس چطور سنجیده میشه؟ مسابقه یا تورنمنتی برای عکاسان ورزشی در داخل ایران وجود داره که بهترین ها بتونن اونجا با همدیگه رقابت بکنن؟ بله، جدیدن مسابقات زیادی برای عکاس ها برگزار میشن. دوستان عکاس نمونه کارشون رو ارسال میکنن و بین چند تا داور بررسی میشه و به عکس برتر جایزه اهدا میکنن. جدیدن خیلی توجه میشه. چقدر خوب. به نظر بله، مهمترین مانعی که در ایران پیش روی عکاسان ورزشی قرار داره چیه؟ والا شاید گرونی مانع بزرگی باشه. تجهیزاتمون خیلی قیمتشون بالاست و برای ارتقا واقعا اذیت میشیم، با توجه به هزینه‌هایی که درآمدمون واقعا سخته بخوایم تجهیزات رو ارتقا بدیم. بعد برای پیشرفتمون هم مجبوریم بعضی وقتا ارتقا بدیم دیگه، تجهیزاتمون ها گرونه یه مقدار واقعا. بله. به عنوان عضو از خانواده بزرگ ورزش ایران، اگه بهتون این فرصت داده میشد تا فقط به مشکل ورزش ایران توجه کنید و اونو برطرف بکنید، چه کاری انجام میدادید؟ اول یه کاری میکنیم همه به حق و حقوقشون برسن، بازیکنها، داورا، عکاسا، همه دوستان، و بعد هم در بین ورزشکاران به رده های پایه و آکادمی خیلی توجه میکردیم. یه کاری میکردیم که جوانان کشورمون بتونن تو شهرستانهایی که اصلا رشد کنن و پرورش پیدا کنن. بسیار عالی. کسی توی زندگی شغلی یا شخصیتون بوده که خودتون رو بهش مدیون بدونید؟ اگه بوده الان با ایشون چه صحبتی دارید؟ والا ما هرچی داریم از خدا داریم اول، ولی بله، دوستانمون هم هستن که همیشه به ما لطف دارن، مثل آقای مهریار، آقای اشکان مهریار، از یکی از بهترین دوستامه که مثل برادر بزرگتر بنده میمونه. همیشه هم ازش سپاسگزار و ممنونم، همیشه به من لطف داشتن. از همینجا هم بازم تشکر میکنم ازشون، همیشه حمایت هم کردن. شما توی برنامه پرژن وارز هستید که سعی داره همه ایرانی ها رو در همه زمینه ها دور هم جمع کنه تا ایرانی ها هر جا که هستن از وجود همدیگه مطلع بشن و شاید یه ایرانی در یه جای دیگه از دنیا از تجربیات شما استفاده کنه. نظر شما در مورد کاری که این برنامه میخواد انجام بده چیه؟ خیلی عالیه، واقعا خسته نباشید، خدا قوت به شما میگم، ایشالله که موفق باشین. خیلی برنامه جالبیه و واقعا اگر بتونیم کمک کنیم که دوستان رشد کنن و پیشرفت کنن و دیده بشن، خیلی عالیه. ایشالله همه موفق باشن. بازم از شما ممنونم. خواهش میکنم، انشاءالله که اینطور خواهد بود. در کنار این روح جمعی که به وجود میاد، کسی که در این زمینه میتونه انتخاب اصلی باشه و جایزه پرژن وارز رو بگیره، شما فکر میکنید این مسئله چه تأثیری روی زندگیش میتونه داشته باشه؟ تأثیر بسیار مثبت و خیلی خوبی داره قطعاً، و امیدوارم شما بتونید به همه مهمونا یه جایزه چیزی تقدیم کنین، یعنی به همه بدین که هممون انگیزه بگیریم و خیلی خوشحال میشیم دیگه. قطعاً برای پیشرفت همه مهمونا خوبه. پیشنهاد خوبی داریم. در این زمینه به هر حال داورانی وجود خواهند داشت. از نظر شما چه کسانی بهتره که این داوری رو داشته باشن و چه کسانی به داوری دعوت بشن بهتره؟ هر کسی که همه دوستان رو بشناسه، مهمونا رو بشناسه و اطلاع داشته باشه که دیگه حق کسی ضایع نشه دیگه. هر کسی بتونه شناخت بهتری داشته باشه نسبت به بچه ها، بهتر میتونه انتخاب کنه نفر برتر رو. در پایان اگر صحبتی با دوستان دارید بفرمایید. خیر، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم. بازم ممنونم از همه شما عزیزان، سپاسگزارم. انشاءالله که مفید بوده باشه برای دوستان.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این مصاحبه انجام شد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دست شما در نکنه، خدا نگهدار.